تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. تفسیر سوره حمد بودیم، جمله دوم رو میخوام بگیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که تفسیر شد. حالا کلمه دوم، الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. کلمه رب هم به مالک و صاحب میگن، هم به کسی که در رشد و پرورش انسان نقش داره. خدا هم صاحب مانه، هم مالک و خالق مانه، هم مربی و پرورش دهنده مانه. نما رب العالمین، پروردگار تمام جهانیان. عالمین هم به بشر گفته میشه که به لوط گفتن اول علم ننهک عن العالمین، به شما نگفتیم با مردم تماس نگیر، که عالمین مراد مردمه، ولی رب العالمین، عالمین به جهانیان هم میگن. خداوند پروردگار همه هستی است، رب العالمین، رب کل شیء، رب المشرقین و المغرب، رب المشارق و المغارب، رب المشرقین، قل اعوذ برب الناس، رب کل شیء، همش اینا داریم. الحمد لله رب العالمین. حمد یه ترکیبی از مدح و شکر. مدح مال چیزایی که آدم ستایش میکنه، گاهی آدم از یک دوری، از یک جمادی هم ستایش میکنه، عجب طلاییه، عجب بلوریه، عجب آبیه، عجب کوهیه. ولی شکر، انسان در مقابل طلا شکر نمیکنه، ولی ستایش میکنه. الحمدلله رب العالمین. پس مدح در مقابل یه سری چیزاست که انسان در مقابل افراد شکر میکنه، و مدح الحمدلله رب العالمین، مدح و ستایش، مدح و شکر برای خداست. بهترین نوع تشکر از خداوند، هر کس و در هر کجا با هر زبانی هر گونه ستایشی از هر کمال زیبایی داره، در حقیقت سرچشمش شکر از خداست. یعنی ما تشکر از هر کس هم که میکنیم، در واقع اگر یه خورده فکر کنیم میبینیم این هر کسی داره از او داره. یعنی اگر از هر لامپی شما تشکر کنی، اصلش اینه که از کارخونه برق و از او صدی که انرژی و برق رو تولید میکنه شما شکر کنی. مسیر رشد و تربیت همه رو خدا تعیین کرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. پروردگار ما همه موجودات را نعمت وجود بخشید و بعدم همه را به راه کمالش هدایت کرد. به زنبور عسل یاد داد که چه گلی بمکه، چه گونه عسل درست کنه. به مورچه یاد داد لونه خودش را چجوری درست کنه. رب العالمین این همه را تربیت کرد، یعنی همه را در یک مسیری قرار داد که کمالو. این تخم هندونه را میبره تا بشه هندونه، این اسپرم و تکسلول را میبره تا بشه یک انسان کامل. خب، رب السماوات والارض و ما بینهما. روایتی داریم از امیر المومنین علی علیه السلام، میفرماد الحمدلله رب العالمین، خداوند همه هستی رو تربیت میکنه، یعنی حتی جمادات، حتی حیوانات. خب، له الخلق والامر، تبارک الله رب العالمین. خلق مال اونه، یعنی اصل آفرینش. امر مال اونه، تدبیر آفرینش. هم می آفریند، هم تدبیر و مدیریت میکنه، هم پرورش میده. گاهی ممکنه کسی چیزی رو خلق بکنه، یعنی تولید میکنه، ولی دیگه این تولید و پرورشش نمیتونه بده. یک بافنده قالی یه قالی رو میبافه، اما دیگه بعد از اینکه قالی باف، کار دیگه نمیتونه بکنه. بعضیا پرورش میدن ولی تولید نمیتونن بکنن. بعضیا تولید میکنن، پرورش هم میدن، اما دیگه بعد نمیتونن مدیریت بکنن. خداوند له الخلق، هم میآفریند، و الامر، هم تدبیر میکنه، هم پرورش میده. له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. هم خلق و هل امر و هم رب العالمین. خب،
همه ستایش ها برای اوست، الحمدلله. به قول ما طلبه ها الف لامش استقراق، یعنی الحمد، یعنی کل الحمد، الحمدلله، حمد برای خداست. چرا؟ برای که رب العالمین. خداوند حق داره به گردن ما. چرا؟ برای که رب العالمینه. یکی از منبع این که کسی به کسی حق داره، در بحث حقوق میگن حق از کجا پیدا میشه؟ سرچشمه حق تربیته، سرچشمه از مالکیته. چون مالکه حق داره، چون مربیه حق داره، خدا به ما حق داره، هم خالق مانه، هم مربیه مانه، هم رازق مانه. خب خداوند در تربیت و رشد هستی اجباری نداره، زیرا هم برای کارهای غیر اجباری است، الحمدلله. اگر کسی بل اجبار یک کار خوبی کرده، این ستایش نداره. مثلا طلا نمیتونه طلا نشه، دور نمیتونه دور نباشه، نقره نمیتونه نقره نباشه. اینا کسی راست طلا و نقره نمیگه الحمد و حمد ستایش کنه، چون این خوبیش از خودش نیست، مجبور خوب باشه. اما حمد ستایش مال کسی است که اجباری نبوده، با اراده ای کمال داره. الحمدلله یعنی کمالات خدا، یعنی خداوند در آفرینش اجباری نداره. الحمدلله رب العالمین. همه هستی زیباست و تدبیر همه هستی نیکوست، زیرا هم برای زیبایی و نیکوییست، الحمدلله رب العالمین. رابطه خداوند با مخلوقات رابطه دائمی و تنگاتنگه، چون رب العالمین مربی رابطش با کسی که تحت تربیتشه رابطش لحظه ای نیست. رب العالمین مربی رابطش رابطه تنگ و تنگ و دائمیست. خب نقاش و بنا هنرشو نشون میده میره، اما مادری که مربی بچه هست دائما با این بچه هست، هر لحظه با این بچه باید نظارت کنه. خب امکان رشد هستی، امکان رشد در کل هستی هست. رب العالمین، این که میگیم خداوند هستی رو تربیت میکنه، پس پیداست کل هستی قابل رشده، فقط انسان نیست که قابل رشده. رشد در مراحل مختلف، در سطح‌های مختلف، در همه هستی هست. یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، اونها هم در یک مرحله قابل رشد هستن. رب العالمین کل هستی رو داره تربیت میکنه. خب مؤمنین در آغاز کتابشون میگن الحمدلله رب العالمین، وقتی هم وارد بهش میشن میگن و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. یعنی آغاز الحمدلله، نهایت هم که وارد بهش میشن و آخر دعوانا الحمدلله. این یه نگاهی بود به سوره، به کلمه الحمدلله رب العالمین. بهترین شکر هم همینه، بهترین لفظ برای تشکر از خدا همین کلمه الحمدلله رب العالمین. خدا یا ما را از شاکرین خودت قرار بده. والسلام عليكم ورحمة الله.